جزئیات بیشتر از چگونگی وضعیت در ولایت هلمند و همچنان جریان سفر سفیر چین به ولایت قندهار را از همکارم عزیز الله پوپل که هماکنون از طریق اسکایپ از منطقه با ما، البته از طریق تلفن با ما به تماس هستن، خواهیم پرسید. آقای پوپل سلام بر شما و خسته نباشین. ما فکر کردم از طریق اسکایپ با ما به تماس هستین، اما همکارای تکنیکی میگن شما از طریق تلفن با ما صحبت میکنین. تشکر، انشالله که خسته نباشین. وضعیت در ولسوالی موسا قلعه هماکنون از چه قرار است و آخرین آمار تلفات پیش شما چی گزارش شده؟ بله، جناب سلام به شما و به بینندگان محترم. لحظات پیش که با والی هلمند آقای میرزاخان رحیمی تماس تلفنی داشتم، اونا گفتن که شب گذشته حوالی ساعت 3 بجه ولسوالی موسا قلعه بعد از یک عملیات بسیار قوی نظامی دوباره تحت حاکمیت دولتی آمده است. و افزود که تنها صلیب سرخ جهانی 230 تابوت با خود گرفته و از اداره محلی خواستند که کسی مزاحم انتقال این اجساد نشود. و همچنان او افزود که در مجموع 300 تن از جنگجویان داخلی و خارجی در عملیات موسا قلعه کشته شدند که اتباع خارجی نیز شامل آنان است. و او از تلفات دولتی گفتند که در حدود 33 تن از نیروهای افغان کشته و زخمی دارند، که ولی البته تحقیق نکرد که چی تعداد کشته و چی تعداد زخمی. آقای پوپل، ای آمار تلفات که شما میتین در جریان چه مدت زمان از این عملیات رخ داده؟ بلی، امی عملیاتی که به مقصد دوباره گرفتن ولسوالی موسا قلعه آغاز شدند، این عملیات تحت لوی درسیز قوای مسلح وزارت دفاع آغاز شدند و یعنی به صورت عموم از عملیات موسا قلعه گفتند، یعنی در حدود دو یا سه روز گفته میتونیم. تشکر. گفته میشه که سفیر چین هم امروز به ولایت قندهار سفر کرده و والی قندهار هم خواستار گشایش کنسولگری چین در ولایتش شده. تاکید اساسی سفیر چین و دلیل سفرش به ولایت قندهار چی بود؟ بله، عمدترین دلیل آمدن به قندهار، خود سفیر گفتن که اینا میخواین که از ولایت قندهار بازدید کنن و ایجا این ولایت را از نزدیک ببینن، چون در 15 سال گذشته اینا به این ولایت سفر نداشتن و علتش هم ای گفتن که در این ولایت وضعیت امنیتی اوقدر خوب نبودن. اما فعلا اینا ایجا از وضعیت فعلی قندهار رضایت نشان دادن و گفتن که در بخشای مختلف، یعنی در صحت، در معارف، در تجارت و در دیگر بخشا اینا سرمایه‌گذاری خواهند کردن و امرای تجار افغان در محل اینا از نزدیک با تماس هستند. مردم محل بخصوص اعضای شورای ولایتی، تجار ولایت قندهار و اداره محلی قندهار از سفیر چین خواستن که در ولایت قندهار کنسولگری خود ایجا یعنی فعالیت کنسولی خود آغاز کنن، چون افغانستان و چین در مسائل اقتصادی روابط بسیار نزدیک دارن و اینا میخواین که رابطه بسیار نزدیک تجارتی با چین داشته باشن. تشکر آقای پوپل.